امروز در اخبار بین الملل، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان بر سر حل مناقشه برنامه هسته‌ای تهران احتمالاً در ترکیه برگزار خواهد شد. سولانا امروز در بروکسل اظهار داشت که سیاست غرب همچنان یک رویکرد دوگانه مبنی بر پیشنهاد مشوق‌ها به ایران برای کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم آن کشور و در این حال باقی نگاه داشتن تهدید تحریم‌های بیشتر است. سولانا در این حال اظهار داشت که اکنون زمان برای صحبت درباره تحریم‌های تازه نیست. در این مذاکرات که برای اولین بار از ژوئیه 2008 تا کنون برگزار می‌شود، مدیران سیاسی 6 کشور، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه حضور خواهند داشت. اتحادیه اروپا امروز گفت خیلی زود است که به خاطر برنامه مناقشه انگیز هسته‌ای ایران از تحریم‌های تازه علیه آن کشور صحبت به میان آوریم. وزیر خارجه سوئد کارل بیلد که کشورش اکنون ریاست ادواری اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت در حال حاضر بسیار زود است که درباره تحریم علیه ایران صحبت شود. وزیر خارجه فنلاند الکساندر شتوب دیروز گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه تنبیهات تازه در مورد ایران به توافق نرسد، اتحادیه اروپا باید آماده باشد تا رأساً تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. ونزوئلا دیروز اتهاماتی را که دادستان نیویورک علیه آن کشور عنوان کرده و گفته است که اجازه می‌دهد ایران از بانک‌های ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و دستیابی به مواد و مصالح لازم برای برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند، رد کرد. سفیر ونزوئلا در واشنگتن برناردو آلوارز اتهامات عنوان شده از سوی رابرت مورگنتال دادستان نیویورک را شرم‌آور و بخشی از تبلیغات کثیف علیه هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا خواند. آلوارز در نامه‌ای به مورگنتال نوشت اتهاماتی که ذکر می‌کنید صرفاً شرم‌آور و بی‌اساس است. خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.